سلام دوستان، فراز هستم با یه برنامه دیگه از باید بدانیم با شما هستم. در این برنامه از باید بدانیم به حواشی ماجرای گرفتن سرپرستی بچه افغان توسط تتلو میپردازیم. اما قبل از هر چیز در این قسمت زیر همین ویدیو عضو کانال ما بشید و برای اطلاع از آخرین ویدیوهای ما روی زنگوله کلیک کنید. تتلو رو میشه پرحاشیه ترین اما باهوش ترین خواننده ایرانی دونست که با اتفاقاتی که برای خودش در این چند ساله رقم زده هم طرفدار داره هم مخالف. اما با حجم برگزاری کنسرت‌های اواخر این خواننده میشه دید که کم هم طرفدار نداره و سبک تتلو هم به همین سمت رفته که چه با آهنگاش و چه با ادبیاتش موجب این اتفاق شده. بعد از حواشی خودش و سحر قریشی که البته پرحاشیه ترین زوج هنری چند سال اخیر به خودشون اختصاص دادن، بعد از جدایی هم صحبت‌های تتلو در مورد اعتیاد خانم بازیگر هم حواشی زیادی به راه انداخت. حالا اما تتلو که زندگیش بدون حاشیه نمیگذره و معمولاً باید همیشه یه چیزی برای حاشیه و جنجال داشته باشه، با انتشار متنی در یوتیوب خودش در مورد گرفتن سرپرستی یک بچه افغان حاشیه جدیدی رو به راه انداخت. تتلو در یوتیوب خودش نوشته: میخوام یک بچه افغان 40 روزه رو به فرزندی قبول کنم. یک، برای اینکه افغانهای عزیز متوجه باشند ما با هم همزبانیم. برادر و خواهر و فامیل هستیم. میخوام همه جهان اینو بفهمن که همه با هم خانواده ایم، نه فقط افغانها. دو، پدر و مادر بچه شرایط مالی ندارن. بابای گذاشته رفته، اصلا یه زن دیگه گرفته. مامانه هم اصلا بچهش براش مهم نیست و فقط دنبال یکیه به سرپرستی بگیرتش. این بچه فقط 1 ماهش بود و کل صورتش اندازه یه قنچه گل و کل دست و پاش اندازه یه انگشتای منه. این مادر میخواد، پدر میخواد، هر روز ماساژ و ورزش و یادگیری و نگهداری و نگرانی میخواد. تغذیه مناسب و پوشاک ها و لباس های ضد حساسیت گرون قیمت و شامپو و وسایل وگن میخواد. چطور پدر و مادرها بدون حساب کتاب این چیزا بچه دار میشن، اونم با حقوق کارمندی؟ این واقعا گناهه و افرادی مثل من که شرایط مالی بهتری دارن میتونن این بچه ها رو به سرپرستی بگیرن و براشون یه زندگی قشنگ بسازن، به جای اینکه خودشون بزاین و پارشه. تو خونه جین و ماریا هستن که شغل اصلیشون پرستاری بچه است. همسران خودم هستن، آرتیستای دخترم هستن. پول داریم به اندازه، نداشتیم هم شده اون یکی ماشین آخر رو هم میفروشیم. فعلا من و آدمای دیگه و ماشین مهم نیستیم. این بچه مهمه که به هر نژادی باشه و به هر رنگ و اصل و نسبی باشه مهم نیست و وظیفه ماست که بزرگش کنیم در امنیت و رفاه. مهم اینه که بچه یه انسان هستش، بچه یه ماست. تموم شد رفت. اگه بچه رو بدن به من، با کمال میل به فرزندی میپذیرمش. او که مدت هاست از مردم افغان به شدت حمایت میکنه، با انتشار این متن باعث شده که توجه ها رو به درخواستش برای پذیرفتن فرزند خونده افغانی جلب کنه. حالا باید دید با این خواننده جنجالی موافقت میکنن یا خیر. اما او مدت ها پیش هم با انتشار این ویدیو گفته بود: بچه های افغانستان تاج سر من، هم خیلی دوستشون دارم، فوق‌العاده صبور زحمت کش و با معرفت، همیشه برشون احترام. تتلو اما حواشی کم نداشت و با انتشار این متن نوشته بود: من معذرت میخوام از جمهوری اسلامی و رهبرش و طرفداراش که تو کارشون دخالت کردم و از مردمی حمایت کردم که حقشون حمایت نبود. باید به خاطر جهل و بی‌ادبی مجازات میشدن. وقتی طبیعت تصمیم گرفته رهبر و دولت مردم ایران این باشه، من خرکی باشم که دخالت کنم و معذرت میخوام از ایلومیناتی که با رپری کار کردم که به شما بی احترامی کرده و میکنه و این رپر رو از تیمم حذف کردم. بارها گفته بودم بهشون و درخواست کرده بودم که ما حق بی احترامی، نفرین و آرزوی مرگ برای کسی کردن رو نداریم. گوش نکردن و حذف شدم. بهتون بارها گفتم، بازم میگم، شما به من بدهکاری، حق منو خوردین بارها و بارها و حتی وقتی الان بعد از 2 ماه تمرین و خرحمالی و مهمونداری و خرج کردن میگم لااقل راضی هستین پول دارترین هاتون بیان توی کنسرت خصوصی، حق ما رو بدن، اکثریت میگین نه. یعنی چی؟
یعنی که دزدین و حق منو نمیدین، تازه راضی نیستین یکی دیگه هم حق منو بده. چشم تنگین، حسودین، حق خورین. بارها و بارها گفتم من میبخشم، ولی تا وقتی حق منو میخورید اینقدر راحت روز خوش نمیبینید و روز خوش هم ندیدید و نخواهید دید. چه خوشتون بیاد چه بد، هنوز 47% از مردم ایران حقشونه به حقشون نرسن، حقشونه بمیرن، حقشونه باهاشون عین حیوان برخورد چه و حقشونه زندانی باشن. چرا؟ دو تا چهار تا. چون هنوز بیش از 40% برای هموطنش که من باشم مرگ و بیپولی و ناحقی میخوان. به گزینه یه مرگ رأی دادن. اونم هموطنی که هنرمنده و کلی براشون زحمت کشیده و کلی با آهنگاش خاطره دارن. میبینی که هنوزم داره میخونه و مینویسه براتون و وقت میذاره. سندش هست. نظرسنجی همین پست قبل بود. پس چیزی که عوض داره گله نداره. لیاقتتون زور و ناحقی و مرگ و حقیقت هم همینه. میتونید تو اخبار و تو خیابون ببینید. واقعیت اون نیست که تو چشمای تو موج میزنه. واقعیت این شب تیره است و طوفان تو راه تازه مردمان بیعشق. روز بخیر، خداحافظی. شماره یک بیداره بین یه مش کور و کر. دوستان عزیز، ممنونیم که با لایک کردن و گذاشتن کامنت از ما حمایت میکنید. اگر میخواید از آخرین ویدیوهای ما با خبر بشید، ما رو سابسکرایب کنید و زنگوله کنارش رو هم بزنید. تا برنامه بعد، خدا نگهدارتون.